خدا دلتان بدن ناویدون نکنه الهی بیا خیلی بینی من اگه اینم نمیدادی سنگین تر بودی نه فهمیدم نه که تو چش داشتی و ما نمیدونستیم بدش به من این دفعه آخرت باشه دفعه دیگه بیمه هر کم خریا برو بیرم بیا جلو هول نده بابا هول نده نگردم سلام علیکم چاکرم الهی با امید تو سلام علیکم حسن آقا سلام صبح بخیر راحت در رفتم خدا به شکر آکه پر رو در نیفتم سلام به خدا اون بالا چی کار میکنی؟ بالا؟ باشه الان بر میگردم قربان جو برم صاف کن ببینم صاف کن خجالت نمیکشی روز روشن از دیوار خونه مردم میری بالا شما اشتباه میکنی سرگاه جن من آمدم پایین خیلی خوب بیا پایین ببینم سلام که تو روز روشن و دوزی ها؟ من دوزی؟ با خدا تقصیر من نیست اون مرده که من گول میزه برای خردم باید سمی بیاد آنکه باید سمی بیاد قالش گذاشت بله ای امان سلام از دست من فرار میکنی ها؟ من به خدا نمیخواستم فرار بکنم تا حالا هیچ دوستی نتونسته از دست من فرار کنه بروا خاکی یگانه پدر من اگر من دوست باشم من آدمی حسابیم تا حالا هیچ آدم حسابی رو دیدی که از دیوار خونه مردم بره بالا؟ ای برر بنده عرض کردم بی حساب من داشتم میامدم پایین نه بالا آخه گذشته از قربان تو برم اونجا بند منزل بنده دروغ میگی پس چطور تا حالا تو رو تو این محل ندیدم؟ حق داری برای اینکه بنده دو سه روز اسباب کشیدم اونجا دروغ میگی اگه خونت اونجا بود در ور نمیکردی از دیوار رفت آمد کنی علت دارد قربان تو برم اینقدر قربان نکن چش قربان بیا ببینم کجا بریم در اون خونه ای سرکار من هر کجا میبری ببر من اونجا نباش دیدی یه کلکی تو کارته اگه دوز نیستی پا چی میترسی؟ بنده عرض کردم قربان تو برم اونجا آخه ایلت داره چه علتی؟ شما بین هیکل قشنگ من نگاه بکن اصلا ببین شکل من با دوز میخوره خیلی با قربان دستی جناب را بیاف الان معلوم میشه قربان چه؟ با فرما سرکا چه؟ زندان من همینجاست چرا دیگه زندان؟ بعدن شما میفهمید قربان تو برم تو رو با خدا من ویل کن من برم ثواب دارم یالا سنگ بسن ببینم چشم بگو ببینم اسم چیه بیدیل چیه بنده شرمنده ای اما الان کسی که جان منی میگیری میاد شما میبین آمد بفرم تو جرفته بگه آتش بهتون گرفته آمریزی نکن اونجا رو میگه چی شده سرکار والا خانم نفهمیدم ننمارده رفتی بر من پاسبان آوردی تو رو با دست خودم کفن کردم اگر من پاسبان آورد باشم سرکار منو برداشته آورد اینجا اخو خیال میکنی که من دوزم پس دوزی کردی آره یه با من توهین نکنه ببینم تو چطوری از خونه رفتی بیرون ها من دست کم 10 تا قفل به در زده بودم از دیوار رفتم ببخشید خانم
شما چرا نمیذارین که از خونه بره بیرون؟ مگه خدای نکرده از پسرتون اطمینان نداره؟ پسرم؟ بله؟ پسرم کیه؟ من میگم این دلیل مرده شوهرمه. ببینم سرکار، شما واقعا خیال کردین این در به در شده پسرمه؟ والا آره، حق با شما سرکار، من یه کمی شکسته شد. راست میگه، فقط این کمک اینقدر والا سن و سالم اونقدر که خیال میکنی نیست. من همش 25 سالمه. درست عزیز دلم؟ نه خیر، نداره خدا. زننه بنده این سال که درخته گیلنزه میشکوفه میکنه تاش میزنه تو این 25 سال. البته زر درسه قربان دوباره میگم. الهی قربون تو شوهر برم من. بیا عزیزم، اگه شوهر خوبی باشی برات کت شلوار من هیچی نمیخوام. من سرکت یا تنها نزنی منو به خدا. یا اینقدر ناز نکن. آه. میبینی سرکا چقدر ناز میشه؟ تو جان با چایی تو من از اینجا خوبا منو ببرس بندن، من دوزم. ببخشی سرکار که شوهرکم مزاحمتون شده ها، از این بعد باید لب دیوار و سیم خاردار شده. سرکا چند پر دست و بیه چه نرزه ای منو پایده میخوره پای لرزش هم میشینه. سرکا از سر من جعیزه داره، من جنی هم دو نفر کشتم، منو ببرس ایران. ای امان پرده کار من جمع هر دو سرکا بدونه که آیسا ببینم کجا در میری؟ بله من نبودم و نباید بگردم سرکر. چقدر به شماها بگم دست از این کار لعنتی بردارین؟ شماها آخرش میخواید چی کاره بشین؟ بلگرد چی برد دوست؟ طرف کردم، من نبودم، من دلیلم، علیلم، دیگم بازی نمیکنه. توبه گرگ مرگه. من عاجزم، منو ببخش. خیلی خوب، ولی اگه دفعه دیگه این طرف ها پیدا بشه و ببینم بازی میکنی یا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. چشم، قول من یکه، دیگه هم بازی نمیکنه. برو ببینم، برو. قربونشی، آخه من عزیزم، زفتی، همین داری میلو. من اگه دفعه دیگه نبینمت. قربان. بله جناب سروان. راحت باش، بگو ببینم قهوه خونه رو زیر نظر داری؟ بله قربان، تا حالا چند دفعه سر زدم و رفتم، ولی خبری نبوده و اگرم بوده حتما قبلا بهشون اطلاع دادم. در هر حال اگه خبری شد فورا اطلاع بده، خب؟ اطاعت میشه قربان. برو. بادکنک، بادکنک های اعلا داریم، بادکنک ببرین از این بادکنک های خوب. بادکنک های اعلا داری، بادکنک ببرید آقایون از این بادکنک های رنگ و رنگ من. خیلی خوب ها، بادکنک دارید، بادکنک، بادکنک. آخه خدا جان، خطر دو ستن، خطر ما رو تهدید میکنه، مواظب باشید. شروع به مطالعه. پیهان ورزشی، اطلاعات زبانان، پیهان مزرقه، سفید و سیاه بخانید. ای خواهد برو کاسه کنه ورزشی رو بده برم. خانه کندی در انتخابات پیروز شد بیژن جون. چی میگی تورت جان؟ کندی ده شده پیش مرده. خب این روزنامه مال ده شده پیش قرونه ده. سرکار جان بفرمایید یه چای مر کنی تا ندید جان. خیلی ممنون، صرف شده. یکی دیگه هم بخوره تن دیگه. سرکار جان، این که بد و چای نخورده تصمیم میبنیم، قربونتون برم. ناراحت نباش، این دفعه که اومدم میخورم. باشه، هر جور میل شماست. بین من اون فلوت و ما که خماری مردیم. بی اصل نصب، یه دقیقه دندون و جگر بذار، هنوز خطر رفت نشده. تا علامت نده نمیشه شروع کرد. بادکنک داری، بادکنک های اعلا داری، ببرین از این بادکنک ها. خسته نباشی. قربانی شما سرکار. Thank you.
بادکنک های رنگارنگ بادکنک داری بادکنک داری خیلی برم چی میکنه ای بابا برم خیلی بی حرکت کو حرکت سلام قربان سلام چاکرم قربان شما با همه شروع دارم بابا نیسو بیرفتی جر نرم بابی آخو بلکن بلکن اقا داره نیت آبوریم سلام 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 مبارک باشه مبارک باشه صدقه جنبالی برم خانم حتی صدقه جنبالی نابرد رنج گنج مویست بلدم بلدم مزدن گرفت جان برادر که چه کار کرد چه خانوم نازنینی داری؟ اوف نگو نگو خدا نصیب گرگ بیابان نکنه هیچی عزیزم هیچی دارم تعریف تو رو میکنم گفتم خدا رو شکرگی همچه زنهی برای من آمده خیلی متشکرم عزیزم میبینی که غمیشی میاد برای من خلاصه قدر زنتو بدون آقای بیده ایشالا که به پای هم پیر شی نه به پیری نمیرسی هیچی بابا اصلا این زن برای من حیف بخودم برای لجرس خوبه خب دیگه من با اجازتو مرخص میشم انشالله که خوشبخت بشی خوشبخت خواب ببینم خیلی ممنون سرکار منزل ما تشریف بیاری تشریف بیاری انشالله بابا بگو من در نمیرم خانه خراب یخچال حالا نمیشه تو مارو جای دوز بگیری و ویل نگیری که داری با خودت حرف میزنی خانه خراب یعنی من با خودم نمیتونم حرف بزنم تو میشه که با این یه دست خودش هردی اصلا برد تن یکی دیگه بگو نکنه عزیز دلم اول میریم خونه للا بعد میریم برات کفش میخرم من کفش نمیخوام یه تاکسی بگی من نمیتونم را برم با خودم باشو گفتی بریم را بریم را بریم فقط من خانه نبره چی دیرم بلاد را خوب کردی چی کنی ترسیدم میخوام بخورمت بچه ها ما داشتم برفت مدرسه بابا نادر تو حیات ممکنی بیا تو فعلا که نیومده با کالا آخه من تشنمه برو تو آشپزخونه بخور چشمم برمیدارم مامان نمیتونی آفتاب کوچیکه من کجا چرا تو چی به بغل منه نخواستی بابا بابا چرا بد اخلاق شد مامان مامان جون اگه جای اون بوده دیوونه میشدی وایسا کور خوندی خیال کردی من جنگولک بازی ها هر کاری دلت خواست میتونی بکنی تو هم خیال کردی با این دو تا تیک پاره که برای من خریدی هم میتونی رو کله من سوار بشی؟ نه خیر ولی نمیذارم هر شب یه بهانه خوب فرار کنی یه من از خانه فرار بکنم تو اگر مثل آدمس جفتگ نشم با بنده نچسبی بیزار یه نفس راحت با من کشم با مرگ تو اگر دلم بخواد از این خانه پا بیرون بیزارم یعنی من جایی رو ندارم اصلا برم کجا میخوام برم پس آقا بعضی از شبا کجا میخواد زیر گل گوشه نیمکت و کنار خیابان من جایی رو دارم برم خانه جنجنم که نمیرم میرم ها سلام 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 باز چه خبر شده من الان براتون میگم سرکار بفهم. از این حرومزاده بپرسین هر شب که به یه هوایی قر میکنه و میذاره میره شبا کجا میخوابه ببینم کجا میری میخوابی آقای بیده با جان شما نباشه سرکار جان با مرگ خودش من شبا را میرم گوشه مسجد میخوابم بفرمایید تا حالا به من گفت کنار خیابون میخواب از بس اساسی این مسجد را دوزیدن دیگه کسی را نمیدن برد اونجا بخوابد دیدین سرکار آقا دوزم تشریف دارم یه دوز اون پدرته چی شد؟ اگه یه دفعه دیگه به پدر عزیز من فوش بدی خیلی خوب دعوا نکنین بهتره امشب با خانم داشتی کنی و برگردی خونه نمیشه سرکار جان نمیشه چرا؟ یه جریاناتی است که نمیشه عرض میکنم بدن چره شکلک در میاری چی شده؟ دل جونم اگه امشب برگردی خونه ها فردا یه جفت کفش قشنگ برات میخرم بابا دیشب دو جفت کفش نو برای من خریدی هنوز نپوشیدم خب پیرهن برات میخرم برای این ما 24 تا پیرهن خریدی تو یه کفن برای من راحت کندی دیدی سرکار به هیچ سراتی مستقیم نیست منم الان با لنگ کفش دک و دندش رو خورد منم الان فرار میکنم
پاک خدایی شوق وصلی و درد جدایی نمیدونم نمیدونم مثل هر شب چرا روم نمیمونم میخوام امشب هی برستم هی بخونم شدم عاشق بگمونم نوبتیم باشه دیگه نوبت ماست والا عشق اگه دردم باشه بر درد و دواز والا نوبتیم باشه دیگه نوبت ماست والا عشق اگه دردم باشه بر درد و دواز والا زجرم دیگه گریونم آتش زن آبم کن دردم تو و درونم نوبتیم باشه دیگه نوبت ماست والا عشق اگه دردم باشه بر درد و دواز والا نوبتیم باشه دیگه نوبت ماست والا عشق اگه دردم باشه بر درد و دواز والا باشی قربون تو فهمیدی دعواشو؟ آره از پشت سن داشتم تماشا میکردم بینم اون پاسبونی که اومد تو همه راکت کرد کی بود؟ این آقلا نکنه گلو لعنت به این شاق چی شده؟ حسین نیومد؟ نه بابا با وجود اینکه قول داده بود براش گرفتاری پیش اومده به هر حال بازم میبینش ناراحت نباش آخه من تمام دلخوشیم به امشب بود حالا چرا دیر کردی؟ خیلی هم ممنون بابا همینجوری میخواستم بشناسم به هر حال رو خوب کسی انگشت گذاشتی اینقدر حرف نزن بلا ای شیطون بینا شیوا تو میدونی اسمش چیه؟ تازه اومده تو این کافه تقریبا 5-6 روزه ببینم از رقص اون خوشتون اومده چطور مگه؟ هیچی همینطوری گفتن پست مام داره تمام میشه یه قدمی بزنیم تا عوضمون بیاد خداحافظ خداحافظ سلام خسته نباشید سلامت باشید امشب هم شیرین کاشتینا مرسی ماشالله امشب باید با هم باشیم من از اوناش نیستم آقا جون باید بیای رفیق ما تو این کافه خیلی خرم کرده چشمش گور دندش هم در میخواست نکنه معلومه باید بسور دارم باید بیای اونا چی بودن؟ مشتری کافه بودن خیال میکردن مام از اوناشی خب الحمدلله که به خیر گذشت میتونی تشریف ببری خیلی ممنون سرکار شب بخیر شب بخیر ببینم مگه با تاکسی نمیری؟ نه روم نزدیکه یواش یواش خوش خوشک میرم ممکنه حالا حالا تاکسی گیرم نه مواظب خودتون باشی چشم سرکار خیلی ممنون
سلام حسین آقا. آه اومدی؟ ببینم خبری شده؟ آره دو سه نفر مزاحمه یکی از آرتیست های کافه شده بودن. آه کار مشروب زیادیه. یه کمی هم تقصیری آرتیست هاست، غیر و اطوا رو زیاد میکنن، مردم هم خیال میکنن خبریه. خب دیگه ما رفتیم، خداحافظ. شب بخیر. خداحافظ. خیلی ممنون. خونتون کجاست؟ دور نیست، یک دوت خیابون پایین تره. منو میرسونی؟ بله، سر رامه میتونم برسونم. چه جوری براتون بگم سرکار؟ آخه من کار دیگه ای بلد نیستم. بالاخره بعد یه جوری نون خورد دیگه. شوهر نکردی؟ چرا؟ ولی یه سال پیش با ماشین تصادف کرد و مرد. بعدش هم معلومه، یه زن تنها و بیوه مگه میتونه راحت زندگی کنه؟ تموم مرده خیال میکنن که باید مثل یه لقمه قورتش بدن. تموم مرده؟ نه سرکار، اما یکی از بدترینشون سر رای من سبز شد. اون بود که منو وادار به این کار کرد. چجوری؟ حتما خودت هم دلت میخواسته، و الا اون نمیتونست به زور وادارت کنه که تو کافه کار کنی. حق با تو، چون همه مردم مثل تو فکر میکنن. هیچ کس حرف همسال منو باور نمیکنه، ولی اینو بدونی خیلی دلم میخواست منم مثل تمام زنا قابل یه زندگی آروم و نجیبونه باشم. نمیدونم چرا دلم میخواد که اقلا تو یکی حرف منو باور کنی. برای چی؟ نمیدونم. خب خونه من همینجاست. خب پس من دیگه باید برم. میشه ازت خواهش کنم بیای بالا یه شربت چیزی برات درست کنم؟ نه بهتره که من برم. حالا اقل تا بالا بیا. آخه خونه من طبقه آخره، میترسم تو پله ها مزاحم من بشن. این کارو میکنی؟ خیلی خوب بیا بریم. باید دوستم بگیرم. میذارم نصف شب دی آمدم برد آمدم. کی آخه نمیذارم ما این زیرم؟ سلام بلوبر بلوبر سلام. کی عزیزم؟ هیچی سلام. سلام شاید موقعی مزایم شدم نه؟ چی شده؟ چرا لغوه گیرم؟ هیچی هوا سر رو داره برمی اصلا. خیلی ببخشی مزایم شدم، امیدم از کلید منو بده میخوام برم. الان برات میرم. برو کلا که نمه. چشم سلام عرض کردم. ست سلام شد. جوابم نمیده. خب آقای بیده انگار به زنت میگفتی که شبا گوشه خیابون میخوابی. درسته قربان، ولی ولی هوا دیگه الان سرد شده، آدم به یه سرپناه احتیاج داره دیگه قربان. بله اونم چه سرپناهی. بله دی چی میشه کرد، دلخوشی من تو زندگی وعده نمیده قربان. نیشه تو من چرا همچین میگونی قربان؟ بیچاره زنت حق داشت که میگفت شبا بهانه میگیری آخونه فرار میکنی. نفهمیدم جنابالی دی مدلی عموم زنانی بنده. بله چون زنت شکایت کرده برگ جلبتم پیش منه. ایلانم قربان تو برم، قربان تو صدوم، من که گناهی ندارم قربان تو برم. آخه شما خودتم ملاحظه فرمودی زنانی بنده رو دیدین، مرگ من قشنگ دیدین تو رو بخود. ها دیدین ها دیدین یا نه؟ خب شما اگه نیه زنانی داشته باشی مرگ من رسمویه باشه که گریزی نمیزنی. معلومه که نه. بله چی شده عزیزم؟ هیچی برای ما غلط کردیم، در رو باز کردیم، حالا سرکار هم بوده اینجا ما رو جلد بکنه ببارد. آقای بیدل حسین آقا داره با شوخی میکنه. مرگ من رسم میگی؟ شما شوخی داری میکنی ها؟ ای گلگ و جانه خوده ما. ولی حواس جمع باشه، من باز شما از این شوخی ها ندارم. اصلا به جنابالی چی مربوط است که بانده اینجا هستم؟ نه فهمیدم. نه داد نشغور بانده تو برم علکیه. ببینم اصلا شما چی کار هستین، چی کار دارین اینجا آمدین ها؟ حسین آقا لطف کردن اومدن منو برسونن، آخه چند نفر جلو کافه مزاحمم شده بودن. اه بانده هم روز اول آمده بودم ایشان را برسانم دی پدرم در آمد، حالا منو صف صفتی چسبیده ویلم. حالا اگه دلخوری میتونی بری. بنده غلط میکنم قربان، من یک تار گیسوی موی جنابالی را با دنیای سرمو عوض نمیکنم قربان. بیدی جو جان من خوابم میاد. باش عوضش من تا صبح بیدارم به خدا. بریم دیگه. بریم جان بریم.
ای سرکار جان، ممکن یه خواهش و سوالی از جناب علی بکنم؟ روی سینه شما برای چی نوشته حسین اژدان؟ واسه چی به تو میگم بیدل؟ برای که اسمم حسین، فامیلم هم اژدان. آخ چه فضوله. تو از چی ناراحتی؟ برای چی نمیای تو؟ من 24 ساعت سر خدمتم، 24 ساعت استراحت دارم. الانم باید برم کم. نیم ساعت که میتونی پیش من بمونی و یه چایی با هم بخوریم ها؟ بذار یه چیزی رو برات روشن کنم. من با تمام اون مردایی که میشناسی فرق میکنم. من زن و بچه دارم و به اونام علاقمندم. شب بخیر. عزیز جان خدا حفیظ من، امشب یه کلک دیگه میزنم میام تا صبح پلوی تو. سرتا خوابیدی جده رو بند آوردی جان، درست بخواه. آخه ای چه هوایی دست ما آمدنم. وای زهرم زهرم من میکنم. چنگ من دیگه نمیتونی فرار کنی. بلنشو یا بلنشو بلنشو بدبخت بیچاره شدم. مبلغ نرسیم زنگی اینجا رو پیدا کرد. خدا سلام. سلام و درد بیدرمون کجاست؟ چه کجاست جن؟ همون جان جانه که هر شب به هواش میای اینجا. کجاست؟ اگه پیداش کنم تمام موهای سرشو دونه دونه میکنم. چشم بکنم خدایی کجا قایمش کردی؟ بابا دروغ میگی کسی جن میگی؟ گیرم بیفته دستم خفش میگی. خدایی با من رنگ پیداش بکنم. حالا که از حسش افته بسه مش قایم شده. زنگنی اشتباه میکنی بو خدا. من زنگنی ندارم. من از ترس تو آمدم اینجره اینجره کردم بخواه. آره عربای پدره. بله. تو گفتی و منم باور کردم. بگو ببینم این خونه بیساب شده مال کیه؟ مال سبخانه است. خودش کجاست؟ خودش با طبقه بالا. بالا؟ آره بو خدا. وای با حالت اگه شروع باشه باشی. حالا میبینی. ای خدا جان چه بلدی کردم الان گندش در میاد. چه خبرتونه خانم؟ فرمایشی داری؟ ببخشین میخواستم بپرسم شما طبقه زیرو با آقای بیدل اجاره دادین؟ بله خانم. چطور مگه؟ آخه من زنشم. راستی؟ بله. چطور مگه؟ خانوم بهتون تبریک میگم. چه شوهری دارین، چقدر این مرد نازنین و چشم پاکه. تو رو خدا هی نمیاد اذیتش میکنین که مجبور بشه شما بیاد اینجا بخوابه؟ تو رو خدا راست میگی خانوم. بله دروغم چیه؟ من آرزو داشتم که شوهرم مثل آقای بیدل بود. دیگه بیشتر از این نگین. الهی قربونش برم من، الهی دورش بگردم من. بابا درس خوش. خوشت اومد؟ خیلی حق باز تو شیطونم درس میدی والا. اگه این کارو نمی کردم بیدل واقعا بیدل میشد. از اون گذشته زن باید زرنگ باشه، نه مثل تو که عرضه نداشته باشه بابا رو دیشب پیش خودش نگرداره. حالا میگه چی کار کنم؟ خیلی دلم میخواد ببینمش. اینو جدی میگی؟ آره دلم داره واسش پر میکشه. تو حالا مردی و اینقدر دوست نداشتم. پس کاراتو بکن را بیا. کجا؟ مگه نمیخوای عشقتو ببینی؟ چرا؟ پس هر کاری میگم بکن. تو رو خدا منو ببخش. تو بیمیری امکان ندارد. من گناهکارم، تو بزرگواری کن و منو ببخش. نمیشد. دیگه باهات دعوا نمی کنم، دیگه زندونیت نمی کنم. گفتم مرگتو نمیشد. مثل یه کنیز بهت خدمت میکنم. خودت لوس نکن، نمیشه.
هر چی دارم به اسمت میگم. نمیگی چی چی اسم میکنی؟ باش میشه میشه. بلند شو بریم تا پشیمان نشده بریم مزر. یالا را بیام. چشم قربونت میرم من. من در مقابل شوهر به این خوبی چی از خودم ندارم. سلام علیکم چشم. قربانم قربانم. باید محکم بخوری تو سینش. باشی. ببخشیم با این طرف ها چی کار میکنی؟ داشتم میرفتم خرید. دوست داری حرفتو باور کنم؟ نه خیال میکنی دروغ میگم. 100%. میخوای برات بگم برای چی اومدی اینجا؟ آره اومدی که منو ببینی. خودت هم مخصوصا زدی به من که فکر کنم برخوردمون تصادفیه، درسته؟ بله. من آدم باهوشی هستم. برای همینی که ازت خوشم میاد. چی؟ دوست دارم. چی داری میگی زن؟ من زن و بچه دارم. من که نمیخوام اونا رو از تو بگیرم. من فقط یک گوشه عقل به تو رو میخوام. فقط همین. یه روز اینقدر ایتونه. تو دیوونه ای؟ درسته. آدم عاشق همیشه دیوونه است. حالا میگی چی کار کنم؟ من باید با تو حرف بزنم. الان که نمیشه، من کار دارم. پس شب میبینمت. بیا کافه. خب نه اونجا خوب نیست. خب با لباس شخصی بیا، مگه امشب راحتیت نیست؟ نه چرا، ولی خب بیا، ازت خواهش میکنم. دل منو نه چی دیده که من یه همچه جاهایی برم؟ منم از همین تعجب کردم. هرچند کافه رفتن که عیبی نداره. درسته، بله. خب دیگه با اجازه شما. خوش بگذاره انشاءالله. خداحافظ شما. خسته نباشی. خیلی هم ممنون سرکار. خیلی ممنون. راحت باش. قربون شما. خیلی ممنونم. مرسی. کفش رفت خونه. پدر عشق و عاشقی بسوزه. معلومه تو هم بد جوری گلوت پیش طرف گیر کرده ها. شب بخیر خونه. شب بخیر. آمدم اینجا. بفرمایید ببینم چه کلکی زدی. به یکی از رفقای سمی من بیام تو این
کدوم خانواده گرم و خوشبخت زندگی میکنن تا این کفتار بیفتین رو زندگیشون و سعادتشون ازشون بگیری. شوشو گناهی نداری، یعنی عاشق شدن که گناه نیست. آخه مردم که این حرفا سرشون نمیشه. حسن آقام اومد. اینوی قربونت برم. سلام. باز چی گریه میکنی؟ یه خورده دلم گرفته بود، داشتم حرف میدم. سلام. راست میگه؟ نه خیر، دروغ میگه. چی؟ بله راست میگه. به خدا چی شده؟ حرف بزن. تو چیزی بهش گفتی؟ بلد میکنم قربان، من چی کردم آقا حرف بزنم؟ زنن این جناب علی آمد اینجا اینو کتک زد رست. زن من؟ به خدا من که اومده بود اینجا؟ بله قربان، آمد اینجا خانم سندویچش کرد یه چایم خورد رفت. راست میگه؟ بله باور نمی کنی به خدا. گفتم راست میگه؟ نرو حسین، نرو، خواهش میکنم. آخه چرا بهش گفتی؟ من نمیخوام بین اون و زنش اختلاف بیفته. نمیخوام به خاطر من زندگیشو به هم بخوره. نمیخوام. ناراحت نباش، بالاخره سرش به سنگ میخوره. همه مردا همینطوره. یه چند روزی دنبال این لجن مجنا میرن، ولی بعدن که میفهمن به دردشون نمیخورن، مثل تفسیر پاشون میندازن و لهشون میکنن. کردی؟ برای چی رفتی خونه اون زن؟ خوب کردم، به هیچ کسم مربوط نیست. هر زنی حق داره از زندگیش دفاع بکنه. این دفاع نیست، این آبروریزیه. نباید به اون زن رفت آمد میکردی. این موضوع به تو مربوط نیست. اگه یه دفعه دیگه چی؟ اگه یه دفعه دیگه اونجا برم منو میزنی؟ منو میکشی؟ خب بکش، هر کاری که میخوای بکن، ولی نمیذارم اون هر جایی تو رو از من بگیره. خفه شو. بله خفه میشم، بایدم خفه بشم، چون 15 سال نجیبانه باهات زندگی نکردم، چون مادر خوبی برای بچهات نبودم، چون با کم و زیاد زندگیت نساختم. بله بایدم خفه بشم. باریکلا حسین آقا، خوب دستموز این چند ساله رو به هم دادی. بیش از این ازت توقع نداشتم. چرا خونم رو به خاطر اون گرو گذاشتی؟ چرا میخوای آینده بچه هم از بین ببری؟ چرا؟ دلم میخواد، خونم به تو مربوط نیست. بالاخره مال توه، بالاخره برمیگرده سر خود زندگیش. میترسم شوهرم ازم بگیره. میخوای بریم پیش اوز کازم رمال؟ کاراش رد خور نداره، یه کاری میکنه که فوری زنه از نظر شوهرت بیفته. راست میگی؟ بله که راست میگم، مطمئن باش. صحیح هست، تازگی یک زن وارد زندگی شوهرتان شده و خیلی هم شوهرتان اون رو دوست داره. اینا رو که خودمون بهتون گفتیم. ضمناً به طوری که ملاحظه می کنم این ضعیفه، ببینم، بله لاغر اندام و قد کوتاه اتفاقا خیلی سرحاله و قدشم بده. لا اله الا الله،
و اما برای کوتاه کردن دست اون ضعیفه شما باید شبی 4 دانه مرغ سیاه 14 عدد تخم مرغ سفید صاف بدون ترک بیاورید تا بونها فوت کنم، دعا بخوانم و تو قبرستان کهنه چال بکنم. 5 مترم چلوار سفید آب ندیده بیاورید تا روش کلمات لازمو بنویسم تا کلک اون زن کنده بشه. بیا خواهم این شیشه رو بگیر، آبشو که دعای 40 تلس بهش خوندم صبح اول وقت به پاشلو منزل اون ضعیفه. مطمئن باش که دیگه شوهرت پاشو اونجا نمیذاره. خیلی ممنون آقا، خدا عوضتون بده. خب چقدر باید تقدیمتون بکنم؟ اولیا مخدره، دعایی برای پول کار نمی کنه. برای خدمت به خلق الله اینجا هستم. بیا بهش بده. باشه مادر، بفرمایین. مبلغش ناقابله، ایشالله که میبخشی. ایشالله که زیاد ناقابل نباشد. ببینن اون چیزایی که خواستین تا یه ساعت دیگه میارم. باشه، منتظرم. خدا حافظ. خدا نگهدار، انشالله درست میشه. خوش آمدین، مشرف فرمودین، صفا آوردین. آها، اینن احمد. بله آقا، برای شام امشب که شب جمعه است و نهار فردا مرغ داریم. ضمناً برای کوکوی پس فردا هم دستور 14 عدد تخم مرغ داده شده. ماهی چی شد؟ ماهی باشه برای مشتری بعدی. فعلا مرغ رو دریام. ببینم از همون مرغایی که باید تو قبرستون کهنه چل کنی؟ ایوا دایی به قربانت رود، کدام قبرستان بهتر از شکمت دایی و شما هست؟ بله، زمنان فراموش نشود، امشب شب جمعه است. یا شبنم، شبنم. ها چیه؟ کاری داری؟ داری چی کار میکنی؟ دارم میز ناهار حاضر میکنم، الان حسین هر چه باشه دیگه پیداش میشه. پس من دارم میرم بیرون، کاری که نداری؟ نه خیلی ممنون، بهت خوش بگذره، خدافظ. خوش اومدی. وای وای، زود برمیگردی که؟ آره. باریکلا. کی مرخص شدی؟ همین امرو. چطور مگه؟ بینم مثل اینکه زیاد دلت نمیخواست ما آزاد بشیم. چرا؟ ولی چی؟ ممکنه حسین آقا زیاد خوشش نیا؟ نه، تو نباید بیای تو. چرا؟ تو مال منی؟ نه نه، کدومه؟ نه کلون، نه 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 حسن آقا شب درازه. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. اون خیلی کینه‌ایه.
بیشتر از خودش رو نمیتونه بسر. آدم فقط باید از خدای خودش بترسه. تو نباید ازش میترسم. آدم فقط باید از خدای خودش بترسه. تو نباید منو تنها بذاری. او خانم های حسین اجدن، صبح به این زودی اینجا جیگر میبونی خانم؟ میبونی خیالی داری ها؟ چرا مات شدی؟ ای آقای بزرگوار، دستم به دامنه، باید مراد منو بدی. چی داری میگی آقای بزرگوار؟ که من بیدیل هستم قربان، مراد ندارم، کله بچه دارم. چه روزه که دارم اینجا رو آبجارو میکنم که شما رو زیارت کنم. یا حضرت خیر، مراد منو بده. جون جدت مرادمو بده. جد من مشتی باغر گیلانی بود که خدا رحمتش کنه، به رحمت ایزدی پیوست. با مرگ خودت عوضی گرفتی ها. نه، من با این حرفا دامنتو بل نمی کنم. چه هر روزه دارم زحمت میکشم که شما رو ببینم. با خدا عوضی گرفتی، این شلوار دامن نیست. من رفته بودم گله باچه بخرم قربان. از اون گذشته تو باید در منزل خودت آب جارو بکنی، نه اینکه جلو منزل ما رو خیس بکنی که قربان. راست میگی؟ بله که راست میگم، فدای تو باشم. پس باید از پرده جلو خونه خودم و آب جارو. حالا ببینم مراد تو چی هست، اونو بگو. که شوهرم از شنگ این افریته نجات بده. افریته نیست که، شبنم خانومه. تو دیگه خفه شو. بدبخ از وقتی خانومی کشیده به هر لجنه میگه خانوم. نفهمیدم. یکی دیگه آمده اینجا شوهر اینو زفت کرده فوش دریوری که بنده باید بخورم. عجب مردمانی هستن ابو خدا ها، حفظن حسین اجدنی. کجا رفته بودی؟ رفته بودم نون بگیرم. با چرا نگرفتی؟ برای اینکه دکون اونبایی شلو بود، از اون گذشته نون برای زور میخوایم، نزدیک زور میرم میگرم. سلام علیکم حسین آقا. خب برتون. سلام علیکم. سلام سلام، فرمایشی داشته این؟ بله، یه ماه هم از مدش گذشته. البته من به خاطر شما تالا سب کردم، وگرنه سر 61 روز میتونستم خونه رو ضبط و رفع بکنم. ساکر، چیه؟ باشتادی به چی گوش میکنی؟ هیچی، به چیزی گوش نمیکنم. خیلی خوب، بازم باید به هم مهلت بدی تا چند روز دیگه برات فراهم. مثلا چند روز دیگه؟ چه میدونم، اگه نتونستم تهیه کنم به نفع خودته. میدونم که خونه رو صاحب بشی. من نه، صاحب پول. کور خوندی؟ بله. مگه از روی نش من رد بشی و صاحب خونه بشی؟ یالا گورتو گم کن مفخوره کفتاد سفن. حالا بیا و خوبی بکنه، خلصه ای تو این 5-6 روز نتونی پول پله فراهم بکنی از چشم من نبینین، خونه میره. بله. لا 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 لا، به مردم چی کار داری؟ خیر از جوونیت نبینی که داری خون زندگی من و بچه هم از هم میپاشونی. سلام شما نوشه جونم. خلاصه باید یه فکری کرد، باید سنگاتونو با حسین وا بکنی. درسته، یه دفعه بهتون لطمه زده، اگه بخواین جلوش وای نستینا تا ابد کنفیم. باید زودتر قمارخونه رو دایر کنین و الا دیگه هنمون پیش برای بچه ها رنگ نداره. تا تکلیفم با حسین معلوم نشه نمیشه درشو باز کرد. میفهمی که چی میگه؟ جوادم اومد. سلام علیکم. خوش اومدی جواد. سلام علیکم. خواهش میکنم بشین، تمنون کن بلند بشین. ساکرم. رد میشم. بفا اتمام مساکی میکنی؟ بفرمی یه چیزی بخور. نوشه جون قربون دست. بای جزیب واسه در اقوی زن. نه با من عرق خورم تو نمیدی. حالا به خاطر آق جلال یه گلاس بزن. حالا که میگی به خاطر آق جلال، پس لاغل پرش کن جون. میدیدم میگه پرش کن. بزن. سلام علیکم. سلام علیکم. نوشه جونه. خب راستی با حسین چیکار کردی؟ عرض کنم که همین روزا خونه ازش میگیریم که تخت تخت بشه. آخ جلال، یه فکری به نظرم رسیده. چه؟ الانه موقعشه که با حسین از در دوستی در بیاد. چطوری؟ شما 40,000 چوق بده یا اونو ترتیبشو میدی؟ اونم دیگه کاری به کار شما نداره. حتی مواظبت هم هست. مثل که بعد نمیگی. ولی به نظر من باید به موقعش این تکخال رو کنی. بفرم حسین آقا. بفرمونی حسین آقا. این پولا برای چیه؟ واسه بده کاری شما، بعد نزد خونتو تخلیه کنم. به چه حسابی؟ من که باز حسابی تو کار باشه. من که دوتا رفیق نمیتونم به هم کمک بکنم. از که ایتانه ما با هم رفیق شدی؟ گوش کن حسین آقا، الان موقع نیست که این حرف رو بزنی. گذشته ها رو فراموش کن، منم میکنم. انگار نه انگار ما اختلافی با هم داریم.
حتی دورون زیپرم به خاطر تو خیت میکشم. تا طلبکار خونه را چنگ در نیورده پول بگیر و بهش بده. پولاتو وردار از اینجا برو بیرون. من یه عمر با پاکی و صداقت زندگی کردم. اگه گوشه ی خیابون بخوابم خودمو به تو امثال تو نمیفروشم. برو گم شو. خود دانیم. بریم بچه ها. آره بابا خود دانیم. خدا به شما. سعی موقعی کم نشه. من رو بزنی زیاد. چرا قبول نکردی؟ تو دخالت نکن. چرا دخالت نکنم؟ مگه خون زندگی من نیست؟ مگه اینجا آشونه بچه های من نیست که به علت ندونم کاری تو داره از دست میره؟ اقلن حالا سر عقل بیا و یک کاری بکن. چطوری؟ من یه عمر با پاکی و درستی خدمت کردم، حالا بیام رشوه بگیرم؟ اون که نمیخواست به تو رشوه بده. چرا؟ تو که نمیدونی در پناه اون پول چه کارایی میخواد بکنه. اون پولو میده که من چشم و هم بذارم و هر کار خلافی خواست بکنه. مگه تو خلاف نکردی؟ مگه زندگی زن و بچه رو به پای زن کافی ریختن خلاف نیست؟ مگه با یه حرزه کثیف رو هم ریختن خلاف نیست؟ خفه شو. باشه خفه میشم، برای همیشه هم خفه میشم، چون من تو زندگی تو زیادیم. این خونه زندگی تو، اینم بچه ها بگیرش. برو با همون زنی که هر جای زندگی کن. مامان کجا میری؟ بری لا دست بابا جونتون. چرا آواره شد؟ من این بعد ترش هم میکنم، باز نقشه تو با من پیاده کنم. آخه آرزوی من قصر بیرون شده ای، اینه چی دارم دل پرون شده ای، هر جا که تاریک بسته را از خوشاله در میاد، باز میافتم توی چا، خستم خسته عشقم، دست و پا بسته عشقم. آتاقی تو جانم برون دستان این دروازش بر نوکرتم جان گرفان چاکرتم آتاقی اومدم بابا. آتاقی قولون دست در اینو واقع اون
قفص مال من نبود. اینو وازش کن. زنده باشی. نوکرتم جان گیر. خیلی ممنون. اومدم بابا. اتاقی بین چه ببینم. جانم. چرا در قفسه من بازه؟ معذرت میخوام، اشتباهی باز کردم. خیلی معذرت. خیلی خوب، عیبی نداره. اومدم. بله. بله بفرمایید، خودم هستم. میخواستم یکی از مامورینه که رشوه کلونی گرفته خدمتون معرفی کنم جناب رئیس. خیلی ممنون. ولی ممکنه بفرمایید در این مورد مدرکی هم دارید؟ بله قربان، میتونه شماره اسکناساشم یادداشت بفرمایید. پولا 5 اسکناس 1000 تومانیه. اجازه بدید. حالا شماره اسکناسا رو بفرمایید. بله. بله. ممکنه اسم این مامور رو به ما بگید؟ بله قربان، اسمش حسین، فامیلش هم آشدانه. چی؟ حسین آشدان؟ این غیر ممکنه. این بمیره خلاف عرض مبارک نمیرسونم قربان. ممکنه بگید این رشوه رو برای چی گرفته؟ بله، اولا که عاشق شبنم رقاصه کاباره افق نقره‌ای شده و خرجش خیلی زیاده. دوما برای این پول گرفته که کاری به کار قمارخونه جلال ننعسمت نداشته باشه. شما کی هستید؟ ممکنه خودتون رو معرفی کنید؟ میترسم قربان، میترسم. گوده. بله قربان. با حسین اجدان بیا بالا. چشم قربان. کلاتو بردار. بفرمایید. شنیدم جلال معروف به جلال نن اسمت دوباره میخواد کارش شروع کنه حسین. تو در این باره چیزی میدونی؟ نه خیر قربان، فقط میدونم که از زندان آزاد شده. بعد از آزادی اونو دیدی؟ بله قربان، یکی دو مرتبه. پس این حقیقت داره که تو از اون پول گرفتی؟ پول؟ بله پول. 5 اسکناس 1000 تومانی. خوب تأثیری نداری، خطت بالا رفته. کسی که با زنهای کاباره رابطه برقرار کنه مجبور رشوه بگیره تا بتونه خرج کنه. قربان خلاف به عرضتون رسوندم. این شماره اسکناس هایی که به تو داده شده، اونم همینه. من از هیچ کس پول نگرفتم. به من تهمت زدن قربان. خدا میدونه که تو تمام مدت خدمتم حتی یک قرون از کسی رشوه نگرفتم. میتونین دستور بدین همین الان منو بگردن. اگه حقیقت داشت هر مجازاتی رو که امر بفرمایین با جون و دل قبول میکنم. بسیار خوب، بگردش. بله قربان. کفشاشو. بله قربان. هنوز کلاشو نگشتی ستوان. چشم قربان. حتما یه اشتباهی شده قربان. بازداشته فوراً پرونده شد از پیش من. قربان، اگه اجازه بفرمایید میخوام نظرم راجع به این اتفاقی که افتاده عرض کنم. حسین محال رشوه گرفته باشه. من اونو کاملا میشناسم. من خودم هم شک دارم، مخصوصا با اون طریقی که بهم اطلاع دادن. ولی فعلا تمام مدارک علیه اونه. باید روی این موضوع تحقیق کنیم. فعلا همینجا بازداشت باشه تا موضوع روشن بشه.
پدرتون نیومده؟ نه. ببینم قضا خوردی؟ ما میخواییم چیکار؟ ما بابامونو میخواییم، مادرمونو میخواییم. قصه نخوریم، هر جا که باشه پیداش میشه. اگه بابامون نیاد چیکار کنی؟ مادرم که نده، من مادرمو میخوام. خب، الحمدلله میسین که دیگه چیزی کم و کسی نداری. جان خودت یک عروسی برای تو بگیرم که صدای ساز دهل تا آسمان بیسمانجون بره. مگه عروسی بگیریم؟ میخوای مردم بیان بخورن بعد صد جور پای سرمون حرف بزنن؟ ای باریکلا تو زنانه با عقل من، با مرگ خودم کله نیست داری، کدو خوشگز بخودا. ای میگه ما اصل بیه شطور سمر بشیم بریم بگرد. نه اصل شطور بیلشون دوتایی محصل میریم توی آشپزخانه تو سمیشی روز کن منم کهو بازرگه دوتایی بخوریم بخودا. چرا اینجا نشستی خانم؟ سلام. نکنه میخوای برای زمستان خودت آفتاب مافتاب ذخیره بکنی ها گلک؟ اینقدر حرف نزن. چرا؟ چی شبنم از چی ناراحتی؟ ببینم از حسین خبری نه؟ نه، از دو روز پیش تا حالا خبری ازش ندارم. امروز روز استراحت، دلم خیلی شور میزن، میترسم براش اتفاقی افتاده باشه. نه ترس، بعدم جان بم آفت نداره. ایزر ماشاءالله موسی نرشیر میماند. کسی جرات حسین آقا ماشاءالله بگونه به این نگاه چه بخونه بخوده. خدا کنه طوری نشده باشه. اون الان خیلی دشمن داریم. میخوای بیدلو بفرستم دم کلانتری خبری ازش بتیشه. نمیدونم. میدونی چیه؟ تو زن خوشگلی هستی، خیلی هم خوشگلی. من خودم در مقابل تو گم کردم، ولی اجازه بده یه روز دیگه بیام و با هم حرف بزنیم. فردا نهار منتظرتم، میای؟ فردا نمیتونم، سر خدمتم. پباش پس فردا، پس فردا زور خوبه، میای؟ آره سعی میکنم بیام. بهم قول بده جون شبنم، خواهش میکنم. باشه میام. متشکرم. فقط باید منتظر مهمون باشی. مهمان خودش آمد. ایوا چوی بیده؟ بله قربان، بله. اگه بنده را به عنوان مهمان قبول داشته باشین، بنده تشویش آوردم. اون چمدون چیه دسته؟ طلاق گرفتم قربان، سه طلاقه. یعنی منو بیرون کرد، مهر منو حلال کردم، جان منو آزاد دیتو. آخه چرا؟ چرا ندارد قربان تو برم؟ مگر اون شب ندیدی خانه خراب چه کولی بازی در آورده بود؟ مگه قرار نبود تمام ثروتشو به اسم تو بکنه؟ کدام ثروت؟ همش الکی بود تو بیمیری. اون تو 21 آسمان یه دنه ستاره نداره. تمام این کلکار ریخته بود که من خر بکنه تا را بیفتم برم باش عروسی بکنم، وگرنه اون آه نداشت که با ناله سودا بکند قربان. با مرگ تو ها نمیدانی کجای من درد میسوزد. آخ که من اولاقه بگو چجوری گولی مادر فولادزاده رو خوردم نمیشه. چشمت کور، تا شما مرده باشین که به خاطر پول و ثروت خودتون رو نفروشین. خب حالا چه خاکی میخوای به سرت بریزی؟ یه خاک مخصوص، خاک گیلان زمین خودم. آخه بله، هم داره. بخند، بایدم بخندی. حالا که من بدبخت کردی، بین روز نشاندی، آوارم کردی، به ریش من داری میخندی. من تو رو بدبخت کردم؟ بله، پس نهی منو بدبخت کردی؟ اگر من خاطر خواهی تو نمی شدم که بیروز نمی افتادم. چشمت کور میخواستی نشی؟ حالا گی شدم. یعنی می فرمایید اگر بند از جناب علی تقاضای ازدواج بکنم موافقت نمی فرمایید؟ اینو جدی میگی؟ بله که جدی میگم قربان به خدا. یعنی قربونت برم که میخوای به من زندگی بدی؟ می دونی با این کار چقدر ثواب میکنی؟ توی زن آلوده رو نجات میدی، از سی و بختی درش میاری. از فردا صبح کلی سهر بیدار میشم، میرم کار میکنم، زحمت میکشم، پول حلال در میارم، اون وقت بتوانم تو رو خوشبخت بکنم. بود من تو فرشتی، تو برای نجات من اومدی. خدا هر کسی عرضو داره با عرضوش برسنه. بچه ها به نظرم حسینم اومد. Oh,
وای که قربونه سرم، چرا اینقدر دیر کردی؟ رفته بودم سلمونی، من نمیدونی صاحب صبح کردم. بیا بریم که خیلی منتظرت بودم. آره نبخشی ما بریم بوریم جوانه گفتم نکنی همیش. نه جه هر جا که من میرم تو هم هستی که نه خیر قربان، هر کجایی رگی بنده هستم جناب علی هم تشریف دارین. به مصداق مسئله معروف میگن مهمان مهمان جسم دارد ببیند صبحانه هر دوتانه. این حرفا چی؟ هر دوتون خوش اومدی، ببینیم که غذای اخ میکنه. بیا خب میسین که آخر قرن صبحانه مشروب ما تمام شد. بگو یه بوتلی دیگه بیاره. بلند شو بریم، بس دیگه نمیخواد. حالا کجا میخواییم بریم؟ نشسته بگیم نه بهتر بریم یه کمی استراحت. راست میگه من میمیرم برای خواب، من خوابم میاد. خدا حافظ خانم صبحانه. آیه صبحانه خدا حافظ. ببینم تو هیچ وقت مشروب نمیخوری؟ چرا؟ گاهی وقتی میخورم، ولی امروز دلم نمیخواد بخورم. میخوای بریم تو اون اتاق استراحت کنی؟ نه 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 همیشه خوبه. مثل اینکه تو هم من بعدت میاد. نه نه اتفاقا برعکس، خیلی هم دوست دارم. پس چرا آخه؟ چرا با من اینجوری رفتار میکنی؟ چرا اینقدر نسبت به من سردی؟ نمیدونم، شاید چون برای اولین مرتبه است که عاشق میشم میترسم. من از خدا میخوام که هرچی زودتر این اخلاقتو عوض کنی، ولی من دق میکنم. صبر داشته باش، گذشته زمان همه چی رو درست میکنه. سنگ صبوری دنیامون پاک و یه رنگه، هر دو از دو رنگی دوری. صدف عشق من و تو پر مروارید نوره، اگه با هم یکی باشیم جونمون همیشه جوره. با تو بودن یه امیده، بی تو موندن یه عذابه، اگه تو با من نباشی آرزوم نقش برابه. اگه تو با من نباشی آرزوم نقش برابه. من و تو با هم چجوری؟ قصه یه سنگ صبوری، دنیامون با تو یه رنگه، هر دو از دو رنگی دوری. همون که داره اون بالا عشوه میاد. بعد
همه زجری که من تو زندگی کشیدم، این در رو اون در زدم و به هر طرف دویدم. مشکی به غیرم تو به من مهر و محبت کنار تو کشیدم. برام نزیدتری از همه کس، تو امید زندگیم داری و بس. برام نزیدتری از همه کس، به افتاد اگر دست بگیری، به هر دست بگیری پس باشی. نمیدونین امشب چه خبره؟ سوزن تو سالن بندوزی پایین نمیاد. به ما چه؟ مفت چنگ صاحبش، یکی دیگه استفادهشو میکنه. شبنم چی شده؟ باید با من بیای بریم کرانتری. این آقا برگ جلب تو داره. برای چی؟ برای 40,000 چوغ اسکناس بی زبون. چکتون برگشت خورده. 40,000 تومن؟ بله خانم جون، همون پولایی که از آقا جلال گرفتی و به چک دادی. نه بس میذاشتی چکتون دو سر از آب در بیاد دیگه. ای نامرد. باشه من حاضرم. آخرش اون نامرد کار خودشو کرد. توف به غیرتش بیاد. مگه شبنم اون پول نگرفته؟ نه بابا، اون نامرد با کلک و زور ازش چک گرفته. آره این دختره بیچاره به خاطر پولی که نگرفته باید بره زندون. اگه اجازه بدی من امشب میرم منزل، فردا صبح اول وقت میام کلانتری. قول میدم که سر موقع اینجا باشم. سرکار عرض کردم امکان نداره، ولی اگه یه ضامن معتبر معرفی کنید میتونم این اجازه رو بدم. این وقت شب ضامن از کجا پیدا کنم؟ ببخشید قربان، من میتونم ضمانت ایشونو بکنم. تو؟ بله جناب سروا، من خانمو کاملا میشناسم. بسیار خوب، ولی امیدوارم بدونی چه مسئولیتی رو داری قبول میکنی. میدونم جناب سروا، بهتون قول میدم رأس موعد اینجا باشید. باشه، پس بیا اینجا رو امضا کن. شما هم بفرمایید فردا صبح ساعت 8 اینجا باشین که برین دادگستری. چاچا سروا بفرمایید خانم، دیر نکنید. چش. خیلی متشکرم جناب سروا. بفرمایید. خیلی ممنونم. ای بابا این حرفا چیه؟ ببینم برای چی به جلال چک دادی؟ گولم زد. از اون گذشته. اگرم نمیدادم به زور ازم میگرفت. در هر حال حالا باید به فکر پرداختشم باشی. ولی آخه این پول زوره. هرچی که هست باید داد، و الا مدت زیادی تو زندون میمونی. من از کجا 40,000 تومن بیارم؟ من تو هفت آسمون یه ستارم ندارم. ناراحت نباش، من یه کاریش میکنم. تو؟ از کجا؟ به نظرم یادت رفته که یه خونه فسقلی دارم و میتونم گروش بذارم. نه
آخرش نگفتی قباله رو برای چی میخواد؟ یه کار خیر در پیشه، من که نمیخوام برم پولشو قمار کنم. خدا به خیر بگذارونه. اشتباه گرفتی. بله ببینم شبنم تویی؟ فرمایش بود؟ آره چرا همچه میکنی خانم؟ اینم فرمایشم الان نشون میدم. یکی دیگه میکند خرم مالیشو بنده باید کنم. بیدل جو میدنم میدنم تو بیدل جن نگونیم خد من خر بکنی میدنم بنده باید برم دم کلانتری از حسین آقا یه خبری بگیرم بیارم که خیال قنم راحت باشن. چشم چشم بیه چشم. آخر عمری آمدیم یه استراحت بکنیم. چه بدبختی من دارم. من خدمتم تموم شد، اگه بیرون کاری داری بگو برات انجام بدم. نه خیلی ممنون، فقط اگه ممکنه این پولو ببر بده بزنه صابخونه ما که بچه ها بیخرجی نباشن. مگه مادرشون نیست؟ نه قهر کرده رفته. زمنان بزنه صابخونه بگو من باز داشتم. سه نواشین. خیلی ممنون. فرمایشی داشتین؟ نه خیر، دارم قدم میزنم تو ماشه میکنم. اینجا نمیشه، بفرمایید اون طرف خیام. نمیشه چشم. رسید ببخشی قربان، باید یه سوالی داشته. بفرمایید. حسین آقای من میخواستم ببینم اینجا تشریف دارن الان یا نه. حسین آقا؟ بله دی قربان، آی حسین اجدن. شما با حسین آقا کار دارید؟ بله قربان دلسن، اگر خبری داری به من بدی من خیلی خوشحال میشم. شما کی هستی؟ من آدم چی رفیق ایشان هستم. ایشان قرار بود نهر بیان منزل ما بخورن، تشریف نیاوردن، دست بچه شدم آمدم ببینم چه خبره. اون بازداشته. بازداشته؟ بله بهش تهمت زدم، تهمت رشوه گرفتن. مرگ ما راست میگی؟ دروغم چیه ما؟ ای من حالا چه خاکی با سرمون بریزم؟ برای چی؟ هیچی، قربان دسته این دوچرخه یه دقیقه بومون بده، من الان بر میگردم. خاشی کار؟ الان بر میگردم برای جناب علی قربان. من آخه خودم کار دارم. کار من واجب تره، تصدق تو الان میانده. منو چطور پیدا میکنی وقت؟ برر من رفیق آقای حسین اجدنم، اسمم بیدل بوم بگو منو میشنسته در خوش آخره بور دیگه کن. میارم کلنتنی قربان. Thank you.
هیچ بارو من تو رو خواستی شده. خب چی شد؟ چی شد جن؟ اونجا رفتی چی شد؟ کجا رفته بودم؟ من جایی نرفتم گی. مگه تو کلانتری نرفتی ببینی خودت؟ نبودم. چرا کلانتری؟ سلام خانم جن، رفتم. نراحت نباشین، حسین آقا الحمدلله بازداشت، راحت آسوده. چی؟ بازداشته؟ بابا جون، جونم بابا. سلام بابا. سلام پسرم، سلام دخترم. بچه ها خیلی بیتابی میکردن، مجبور شدم بیارمشون اینجا. ضمناً زن صابخونه میگفت همش بهانه مادرشونو میگیرم. بابا مگه نمیخوای بیای خونه؟ باشه بریم دیگه. حالا که نمیتونم بابا. مگه نمی مامانی یاد؟ پس مامان کجاست؟ چرا نمیاد؟ صداتون میکنم. باشه بریم. سرکار بی زحمت یه دقیقه اینا رو بیرون نگه. باشه من مواظب شم. سلام خانم. حسین شنیدم یه تومت زدم. آره 5000 تومان گذاشته بودم تو کلا. خب ناراحت نباش، ماه برای همیشه زیر ابر نمیمونه. ببینم زنت بچه ها رو ول کرده رفته؟ آره دعوامو شد. بس خاطر من؟ متاسفم. نه عیبی نداره، در هر حال من باید بتونم بیگناهی خودم رو ثابت کنم. من فکر میکنم دست جلال تو کار باشه. بینم تو کلاتو جای جا نذاشتی؟ نه. جای لباسو در نیاوردی؟ نه. هر اتفاقی افتاده تو هموم افتاده. سرکار فرمورا سرکار من باید فوراً جناب رئیس را باشه هرگونه برم سود باش چشم. میکشمشون به من تهمت میزنن، به ولای علی نفلشون میکنم، میکشمشون. خدا کنه که رئیس قبول کنه. حسین جون اینقدر خودتو ناراحت نکن، همه تو رو میشناسم، به پاکی تو ایمون دارم. آره اما باشه نقا چی شد؟ جناب رئیس منتظر شد. برو بالا زود باش. قربونت برم، خیلی ممنون. مواظب اینا باش. بابا کجا میری؟ الان میام. بابا یه کاری بکن مامان. بسیار خوب. من مومای دمو میخوام. میخوام بیان خونه پیشم. من مومای دمو میخوام. قربان 24 ساعت به من مهلت بدین تا کسی رو که تو کلام پول گذاشته بیارم و تحویل بدم. کاری میکنم که با زبون خودش اقرار کنه که این کارو کرد. ولی آخه خواهش میکنم جناب رئیس، پای حیثیت من در میونه. من فقط میخوام بیگناهی خودم رو ثابت کنم. بسیار خوب، چون بهت اطمینان دارم و چون میدونم مأمور وظیفه شناسی هستی، این فرصت رو بهت میدم. امیدوارم بتونی بیگناهی خودت رو ثابت کنی. کرم جون بی زحمت اینا رو ببر خونه تا من بیرم. چشم حسین آقا. ببینه اون خانم کو؟ رفت. کجا؟ والا چیزی نه. فرمایشی تو. ببخشین اینجا منزل مادر اکرم خانم، زن حسین آقا. بله خودم مادرش هستم. من میخواستم اکرم خانمو ببینم. بفرمایی خواهش میکنم. بفرمایی اکرم، این خانم با تو کار دارم. به نظرم عوضی اومدی. اگه میخوایم حسین آقاتونو ببینیم باید بریم یه جای دیگه. من اومدم شما رو ببینم، میخوام باهات حرف بزنم. راجب چی؟ راجب حسین، راجب خودمون. شما الان منو به چشم یه رقیب نگاه میکنی، رقیبی که شوهرتو از چنگ در آورد و ازش متنفری. ولی امروز همین رقیب اومده پیش تو که ازت خواهش کنه، حتی التماس کنه که دو مرتبه برگردی سر خونه زندگیت پیش بچه هات. چیه حرف خنده داری زدم؟ بله، چون تو مثل گرگی میمونی که منتظری ببینی کدوم بره از گلش جدا میمونه تا اونو تومه خودت بکنی. تو امثال تو برای خانواده ها از تاون سرطان خطرناکتری. اون وقت حالا اومدی به من نصیحت میکنی که برگردم سر خونه زندگی؟ من نصیحتت نمی کنم، ازت خواهش میکنم، التماس میکنم که به خاطر بچه هات این کارو بکنی.
حالا چطور شده که دلت به حال بچه های من بسوزه؟ نکنه مزاحم کیفت میشدن؟ نه، تو از هیچی خبر نداری. به حسین تهمت زدن، تهمت روش میخوری. حسین بازداشت شد، بچه ها تنها هستن، به تو احتیاج دارن. حسین هم به تو احتیاج داره. ولی من نمیتونم به اون خونه زندگی برگردم. تا وقتی که تو رو زندگی من حسین سایه انداختی نمیتونم، نمیتونم به این زندگی ادامه بدم. من فقط به شرط که به اون خونه بر میگردم که تو برای همیشه خودتو کنار بکشی. باشه، من از زندگی شما ها کنار میرم. اگه قول یه زنی مثل من برات ارزش داره بهت قول میدم. این کسی رو واقعا دوست داری، آسایش و خوشبختی اون براش از هرچی مهمتره. در حقیقت عشق فداکاری لازم داره. به من ثابت شد که اگه حسین پیش زن و بچهش باشه خوشبخت تره. من یک کاری میکنم که برای همیشه ازم متنفر بشه. سب کن. شاید من درباره تو اشتباه میکردم، ولی به هر حال ازت خیلی من خیلی الهی خوشبخت میشه. فهمیدی؟ این موضوع به حیثیت من بستگی داره. درست فکر کن، ببین اون روز کی بهت گفت که در قفسه منو باز کنی. فکر یادم اومد، جهانگی؟ بله، نوزی آق جلال. ولی فکر نمی کنم قصد بدی داشته. خیلی ممنون آقا. قربونه تو. این چش هست. جلال بس این کارو دار. اینا رو به جناب رئیس بکن. لالا چه اینطور؟ اگه این پسر حرف بزنه خیلی به ضرر من تموم میشه. خیالتون دخ باشه، جهانگیر ای زنش برد زبان وا نمیکنه. آق جلال اونجا رو بسا. طرف ها پیدا شده، بالاخره حق و حقدار میرسه. برا میرم چه خبر این گرفتاریم ها؟ کاش ما این گرفتاری ها داشتیم. تو میده ای حسین به فما خوش میکشه. سلام. سلام به روی ما هست. چطور یاد ما کردی؟ اومدم ببینم ایت. حسین جونت عزه گرفتی؟ دیگه حسینی تو زندگی من وجود نداره. من که من؟ آری. پس بریم خونه یک کمی گل بگیم و گل بشنوفیم. خونه نه. چرا؟ مای نگفتی دیگه حسینی تو کار نی؟ آره بریم برو تو.
السلام علیکم. قربان، این همون شخصیه که تو کلاه من پول گذاشته بود. تو این کارو کردی؟ والله من تقصیری ندارم جناب رئیس. جلال گفت این کارو بکنم. جلال؟ بله. جلال ننه اسمت. خودشم با شما تلفنی حرف زد به خدا. ببینم جلال چه خصومتی با تو داره؟ الان عرض میکنم جناب رئیس. 3 سال پیش تو قمارخونه‌اش قتلی اتفاق افتاد. خواست منو تطمیع کنه که به نفعش گزارش بدم. ولی گزارش من باعث شد که هم 3 سال زندونی بشه، هم در قمارخونه‌اش بسته بشه. چه این تو؟ فوراً برو بیارش اینجا. بده. بده. جلال کجاست؟ ما چه میدونیم؟ اون اینجا بود، کجا رفت؟ طرفش اومد دنبالش، با هم دیگه رفتن عقش. طرفش کیه؟ شبنم خانوم. چه بی ادب، بی اجازه وارد میشه. شاعر میگه که سرزده وارد نشو، میکده حمام نیست. مگه نه عزیز دلم؟ شاعر یه چیز دیگه هم میگه، میگه اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است. تو باید برمیگشتی به همون لجنزاری که جاد بود. تو هم سارتون نمیتونین گذشتتون رو فراموش کنی. نشون دهنتو ببندی؟ از امروز دیگه حق نداری با اون چیزی بکی. اینه این ساعتی که مال منه. باشه باشه، خداوند سعادتمندتون کنه. فعلا که میبینی در سعادت برمو باز شده. آره، ولی را بیفت بریم کلانتری. واسه چی؟ چیزی نیست، یه کار باید با دل خوش نداری، من نمیام. نزنم ببرش کلون تری تا من بیار. بله سرکار. بریم بریم. شب نه به بیمارستان تلفون کردی؟ بله الان آمبولانس میره. چرا این کاری کردی شب نه؟ چرا خودتو فدا کردی؟ چرا؟ برای اینکه تو سالی پیش زن و بچه من به زنیت قول دادم که تو به من مال اون باشی. میدونی حسین، هر مرد زن و بچه داری آخرش مال خانواده‌اش. منو امثال من نسیمه زود گذاری. ازت خواهش میکنم منو فراموش کن برای همیشه. شبنم عزیز، تو نباید می‌مردی. نباید میمون. خدا بگیم.